نگاهی به چند خبر کوتاه. به مناسبت عید قدیر خم، یک کیک 1443 متری به همت آستان مقدس علوی در شهر نجف اشرف تهیه و در میان عاشقان امیرالمومنین علی علیه السلام توزیع گردید. در اعیاد قربان و قدیر خم، بیش از 58,000 مسافر و زائر ایرانی و خارجی برای زیارت عتبات عالیات در عراق از طریق مرز بین المللی مهران تردد کردند. در همین راستا فرماندار مهران گفت در 48 ساعت گذشته تعداد 19,431 نفر ایرانی و خارجی از مرز زمینی مهران به کشور عراق سفر کردند که از این تعداد زائر ۷,256 نفر ایرانی و 12,157 نفر زائر خارجی بودند. در حالی که مقام های 40 کشور روز دوشنبه 27 تیر 1401 برای بررسی چگونگی مبارزه با تأثیرات فزاینده تغییرات اقلیمی در برلین آلمان تشکیل جلسه دادند، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که بشریت با عدم اقدام در این خصوص خودکشی دست جمعی را انتخاب کرده است. وی هشدار داد که هدف محدودیت دمای 1.5 درجه سانتیگراد گرمایش زمین که در سال 2015 در پیمان آب و هوایی پاریس درباره آن توافق شده بود از دسترس دور می شود، در حالی که تعداد بیشتری از انسان ها با بلایایی چون سیل، خشکسالی، طوفان و آتش سوزی مواجه می شوند. کالین می از وکلای کلگری این هفته پس از چندین سال حضور در کمیسیون حقوق بشر آلبرتا از سال 2019 نقش 5 ساله جدید خود را به عنوان رئیس این کمیسیون آغاز کرد. گروه های اجتماعی انتصاب وی را به خاطر انتشار کتابی دانشگاهی در سال 2009 که در آن نظرات اسلام هراسانه خود را ارائه کرده بود محکوم کردند. جشن عید قدیر با حضور گسترده محبان اهل بیت علیهم السلام و سخنرانی جمعی از علمای اسلامی در منطقه کشمیر تحت کنترل هند برگزار شد. این جشن عید قدیر با حضور تعداد زیادی از مردم برگزار شد. این محفل با تلاوت قرآن کریم آغاز شد و برخی از علمای دینی منطقه در سخنرانی های خود به تبیین ویژگی های بارز واقعی قدیر خم پرداختند.